خیلی صاحب جمع شدی صاحب ولی اجازه بودجه سال مالی 1400 پس از حدود یک ماه بررسی امروز بر نشست عمومی ارائه شد. بودجه که به باور مجلس نمایندگان 17 مورد چالش با خود داشته است. حذف 1131 پروژه ولایتی در نظر گرفتن 13 میلیارد افغانی در کد احتیاطی نامشخص، جا دادن نزدیک به 3 میلیارد افغانی در کدهای 91 و 92، افزایش پول اختصاص داده شده به اداره عملیاتی ریاست جمهوری، نیامدن اصلاحات در خرج دسترخان مقامهای دولتی و امتیازهای آنان، حذف برنامه راهسازی از وزارت انکشاف دهات، تخصیص بودجه به شورای عالی مصالحه و عدم معرفی شدن نامزد وزیران و رئیسان باقی مانده از چالش‌های برجسته این بودجه گفته می شود. حکومت وی چې تاسو په ټوله کې دا بودیجه سند وګورئ، که تایید کوئ که رد کوئ، تاسو نه پکې حق لرئ چې پکې تعدیل راوړئ، نه پکې خبرې وکړئ، نه ښه نه بد، خالي چاپ یې وګورئ چې چاپ یې ښه چاپ اوسي، ښکلی چاپ شوی اوسي، ډولي چاپ شوی اوسي، پاس یې کوئ که خراب چاپ شوی پاس نه کوئ، رد یې کوئ. وخت کې چې د غلا وخت رارسیږي، 14 میلیارده غلا کوی سي، د ځان د ګټو لپاره کار کولی سي، بودیجه کې هغه څه راوړئ چې هغه د ملت په خیر نه وي. در این نشست همچنان تاکید شدن نهادهایی که از سوی سرپرستان اداره می شوند بودجه توسعه‌شان تعلیق شود. تقاضای وکلای ملت بر این است که الی زمانی که مسئولین درجه اول ادارات رأی نگرفتند، بودجه انکشافی ادارات به حالت تعلیق آورده شود. سرانجام بودجه بر رأی‌گیری گذاشته می شود. از میان 137 نماینده 123 تنشان به بودجه رأی منفی می دهند. به استثنای 14 کارت سبز رد شد. 11-12 نمایندگان همچنان با اکثریت آرا داوود سلطانزوی شهردار کابل را به دادستانی معرفی کرد و امضایش را فاقد اعتبار اعلام کرد. دلیل معرفی داوود سلطانزوی به دادستانی کل هم عدم پاسخگویی به مجلس و تقرری های غیر قانونی خوانده می شود. 5 مورد تخدی های شاروال کابل که شامل عدم رسیدگی به مشکلات محیط زیست است، عدم توجه به اعمار بلندمنزل‌های غیر قانونی خودسر، تعینات خودسر، عدم تطبیق پروژه انکشافی، عدم حضور مکررشان به جلسات کمیسیون و جلسه عمومی. شاروال کابل بر اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقرر حاصل پیدا کردن، از دید قانونی هیچ مکلفیتی ندارند که در جلسات وسیع جرگه حضور پیدا بکنند. وزارت مالی اما در واکنش به رد این بودجه چنین دیدگاه دارد. غوښتنه هم داده د ملت استازو څخه چې په دوام ځل دا بودجه هر څومره زر تصویب شي تر څو چې حکومت وکولی شي چې هغه مصارف چې د معاشاتو لپاره یا د انکشافي پروژو لپاره چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم مثبت رول لري هر څومره زر تصویب شي. مجموع بودجه ملی برای سال مالی 1400 مبلغ 452.6 میلیارد افغانی تخمین شده است که از این میان 296 میلیارد افغانی بودجه عادی و مبلغ 156 میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای می باشد.